سالگرد 18 سالگی تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان رو خدمت شما شاد باش میگم و همه هواداران و طرفداران و اعضا و رهبران این تشکیلات. ما در بلوچستان مبارزات شما رو داریم مشاهده میکنیم و میبینیم. ملت بلوچ همیشه فریاد زده و میزنه و در خیابانها هم در کف خیابانها این رو بیان کردن که بلوچ دوست همه ملت هاست. ما مبارزات شما رو دیدیم، تظاهرات های خیابانی که با فراخوان 4 تشکیلات و حزب آذربایجانی انجام گرفتند رو و فریادهایی که در کف خیابان ها داده شد رو مشاهده کردیم. تظاهرات های گسترده ای که این تشکلات و احزاب در سطح اروپا در زمان جنبش اخیری که شکل گرفته بود رو دیدیم و مشاهده کردیم و این برای ما جای مسرت و خوشی و شادی رو داشت. حقیقتا هرچقدر ملت های تحت ستم مبارزاتشون توسعه پیدا بکنه و رشد بکنه، این بیشتر میتونه ما رو به اون هدف کلان و بزرگی که همه ما دنبالش هستیم نزدیکتر بکنه. خصوصا در این میان هر ملتی یک پتانسیل و یک ظرفیت رو داره. اگر ملت بلوچ سرزمین پهناوری داره و ظرفیت های خودش رو در مخصوصا یک سال و نیم اخیر در تظاهرات ها به گونه ای نشون داد و در آذربایجان ما نمونه متفاوتی رو مشاهده کردیم، اینکه حرکت ملی آذربایجان با جمعیت بسیار بزرگی که ترک ها در ایران دارن یک ظرفیت بسیار بالاست و توسعه دادن این حرکت در درون این جمعیت بزرگ کار بسیار ارزشمند و بزرگی است و ما امیدواریم شاهد بیشتر رشد مبارزات شما باشیم. همونطور که ما تظاهرات های رو به شکل گسترده‌ای در کردستان شاهد بودیم، در اهواز شاهد بودیم، در مناطق ترکمن ها شاهد بودیم، در حوزه گیلک ها شاهد بودیم، در منطقه لرستان شاهد بودیم و لرها، همین تظاهرات ها رو ما در منطقه قشقایی ها شاهد بودیم، اعتراضات رو ما در مناطق مختلفی حتی در منطقه که کمتر حاشیه داشتند هم شاهد بودیم. در ملت فارس هم این تظاهرات ها رو پیش می برد و مبارزه می کرد و فعالیت می کرد. ملت بلوچ که طولانی ترین اعتراضات مقابل جمهوری اسلامی در 41 سال اخیر رو در یک سال و خوردی رقم زد. همه اینها به هر حال ظرفیت هایی هستن که جمهوری اسلامی رو بسیار نگران کردن و برای اینکه این جمع رو و این مبارزات رو در واقع اجازه نده به هم پیوند بخورن، در حال تقلا و تلاش هست که جلوی اونها رو بگیرم. در بلوچستان داره به ما حمله میکنه، در آذربایجان که وقتی 4 تشکل و حزب کنار هم قرار گرفتن و فعالیت میکنن حملات گسترده ای رو علیه اونها تدارک دیده. در کردستان هم به همین شکل از طرف موشک به کردستان، از طرف موشک به بلوچستان، برای هر منطقه‌ای مبارزه‌ای که وجود داره، از اهواز گرفته تا ترکمن صحرا تا گیلان، مازندران، تالش تا منطقه‌ای که قشقایی ها هستن، لورها هستن، هر قسمت رو شما تمرکز بکنید، منطقه فارس ها هستن، یک به نوعی دارن اونها رو ضربه میزنن. ائتلاف هایی رو که در خارج از کشور هستن شکل گرفتن برای اینکه سازماندهی بکنن، رهبران رو از درون میدان که در داخل خیابون ها هستن اونها رو پروموت بکنن، تقویتشون کنن، بلندشون بکنن. همه اینها تحت ضرب جمهوری اسلامی قرار گرفته، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی میدونه هر چقدر اینها به هم دیگه نزدیکتر بشن، ائتلاف ها توسعه پیدا بکنن، همکاری ها بیشتر بشن، از بلوچستان در کنار ترک ها قرار بگیرن، از کردستان در کنار ترکمن ها قرار بگیرن، از اهواز در کنار گیلک ها قرار بگیرن، همه اینها به هر نحوی که انجام بشه برای جمهوری اسلامی خطر محسوب میشه. لذا جمهوری اسلامی هم تمام تقلا به تلاش خودش رو داره میکنه که این جمع ها رو از هم بپاشونه، اجازه نده که من بلوچ امروز در کنار ملت ترک قرار بگیرم، کرد در کنار ترک قرار بگیره، ترک در کنار نمیدونم عرب قرار بگیره. اینها رو براشون خطر هست. اگر این خطری است برای اونها، ما هم متقابلا باید تقلا و تلاش و مبارزه و فعالیت ما برای این باشه که این رشد بدیم جنبش ملی رو در مناطق ملت ها
و در نهایت این رو به همدیگه پیوند بزنیم و همکاری بکنیم. من دوباره شاد باش میگم این مبارزه‌ای که در طول این 18 سال رو پیش بردید، و این رو تأکید میکنم که همه ما در نهایت خواسته ما در ملت‌هایی که در جغرافیای ایران هستن و بلوچ خودش رو دوست همه این ملت‌ها میدونه، اینه که ما برابری و عدالت برسیم و این رو در حاکمیت ملی میبینیم. مسلماً تا زمانی که ما حکومت‌های ملی و دولت‌های ملی مناطق خودمون رو نداشته باشیم که بر سرنوشت خودمون حاکم بشیم، هر ملتی بتونه سرنوشت خودش رو همونطور که میخواد رقم بزنه زیر سلطه استعمار و استثمار، روز به روز حالات و وضعیت ما بدتر و بدتر میشه. فقری که در بلوچستان انداختن و الان سیاست تغییر بافت جامعه‌ای که شروع کردن و از اون طرف خشک کردن دریاچه های مثل دریاچه ارومیه تا دریاچه هامون تا جازموریان و غیره تا در منطقه حوزه اهواز، یعنی منابع رو میدوزن، از اون طرف ما رو به سمت مهاجرت دارن هدایت میکنن. ما اگر میخوایم ماندگاری پیدا بکنیم، مسئله حتی ماندگاری ما الان مطرح هست، اگر ما میخوایم ماندگاری پیدا بکنیم و سرزمین خودمون رو دوباره به دست بیاریم، توسعه پیدا بکنیم، به عدالت برسیم، به برابری برسیم، ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی رو ابتدا سرنگون بکنیم و این سرنگونی با همپیمانی و همبستگی و همکاری و همراهی همه ما که هر کدوم از این ملت‌ها یک موزاییک و با دارای پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خاص خودش هست، بدون این ممکن نیست. سپاسگزارم.